رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین انرژی اتمی دقایقی پس از رسیدن به وین در نشستی خبری از نتایج سفر دو روزه خود به ایران گفت. همزمان با این نشست خبری بیانیه مشترک آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران نیز منتشر شد. طبق این بیانیه، جمهوری فاسد اسلامی و آژانس بر سر سه موضوع توافق کردند. اول، ادامه تعاملات بین آژانس و ایران با روحیه همکاری و بر بنیان تکالیف ایران زیل توافق پادمانی جامع. دوم، آمادگی ایران برای ارائه اطلاعات بیشتر در زمینه سه سایت اعلام نشده که در آنها اورانیوم پیدا شده بود و رسیدگی به مسائل باقیمانده پادمانی در این مکانها سوم ایران داوطلبانه به آژانس امکان می دهد فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی خود را بیشتر کند و جزئیات این مسئله در جلسه فنی که به زودی در تهران برگزار می شود تعیین خواهد شد. با این حساب به نظر می رسد جمهوری ملعون اسلامی پس از چند سال مقابله با اقدامات راستیازمایی آژانس این بار عقب نشینی کرده و وعده داده است که امکان دسترسی این نهاد ناظر سازمان ملل متحد را به تأسیسات هستهی خود بیشتر کند. یک روزنامه اسرائیلی در پوشش خبر بیانیه مشترک آژانس و ایران تیتر زد. بیانیه مشترک می گوید ایران آماده همکاری با تحقیقات آژانس است. گروسی در کنفرانس خبری وین گفت که در پی این سفر به درک روشنی رسیده ایم و می توانیم به زودی برخی اقدامات خیلی مشخص را آغاز کنیم. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد که بازرسان آژانس طی چند روز آینده به ایران خواهند رفت و سطح جدیدی از تعاملات بین دو طرف آغاز خواهد شد. او تاکید کرد چنانکه در اعلامیه آمده است بر سر اقدامات مشخصی توافق شده که سطح راستیازمایی را بالا خواهند برد او در پاسخ به سوالها درباره زمانبندی اجرای این توافقها گفت تعیین جزئیات این را ها در جلسات فنی و به سرعت تعیین خواهد شد رافائل گروسی با اشاره به اقدامات پیشین ایران برای کاهش سطح راستیازمایی گفت که او بارها تاکید کرده بود کاهش دسترسی آژانس به اطلاعات بسیار مضر است و اگر امکان احیای توافق برجام در میان باشد کار آژانس برای ارائه اطلاعاتی که چنین احیایی را ممکن کند بسیار دشوار می شود. او با اشاره به دستاوردهای سفرش به تهران گفت که توافقهای جدید آژانس و ایران مثل شرایان بندی جلوی خونریزی اطلاعات را گرفتند او گفت راستی آزمایی آژانس در رابطه با آبشارهای جدید و سریع ها 50 درصد افزایش خواهد یافت گروسی با اشاره به جزئیات نقش خودش تایید کرد که آژانس وظیفه ندارد از ایران در مورد انگیزه و علل غنیسازی بالای 60 درصد بپرسد و یا محاسبه کند زمانی که ایران برای رسیدن به اورانیوم کافی برای ساخت یک سلاح هسته‌ای نیاز دارد چقدر است او گفت کار آژانس تنها بازرسی است و کسب اطمینان از اینکه حساب گرم به گرم مواد غنی شده را نگه میداریم. او افزود در این زمینه نتایج راضی کننده بود. مدیر کل آژانس تاکید کرد که طی این سفر بر سر اعمالی مشخص توافق شده، مثلا دسترسی به اطلاعات، مکانها و افراد مشخص، و نصب مجدد دوربین هایی که قطع شده بودند او اما گفت ایران به او توضیح جدیدی در مورد اینکه چرا قنیسازی نزدیک 84 درصدی در برهی از زمان انجام شده نداده است گروسی در زم گفت اینکه شورای حکام در جلسه بعدی خود ایران را محکوم کنند یا نه بسته به کشورهای عضو این شوراست و تنها وظیفه او این است که در مورد مسائل مشخصی مثل سطح نظارت و راستی در ایران و نتایج این روندها به شورا گزارش دهد جلسه بعدی شورای حکام روز دوشنبه ششم مارس در وین برگزار خواهد شد جلسه بعدی این شورا در فصل تابستان و در روز پنجم جوان خواهد بود. رافائل گروسی طی سفر خود علاوه بر دیدار با محمد اسلامی رئیس بیلیاقت سازمان انرژی اتمی جمهوری فاسد اسلامی ایران و برگزاری نشست خبری مشترک با او با برخی از چهره های سیاسی حکومت از جمله ابراهیم رئیسی شش کلاسه رئیس جمهور فاسد جمهوری و حسین امیر عبداللهیان بی سواد وزیر الدنگ امور خارجه نیز دیدار کرد مردم خیابانهای اصلی را به آتش کشیدند این صدا و تصویر انقلاب مردم ایران است کار خامنه ای تمام شد شاهزاده رضا پهلوی سقوط ارزش ریال و نوسانات قیمت ارز را موجب سنگینتر شدن بار گرانیها بر دوش مردم خواند و در توییترش نوشت جمهوری فاسد اسلامی نه فکر راهگشایی برای بهبود اقتصاد و معیشت ایرانیان دارد و نه کارگزاران کارآمدی برای حل این مشکلات سخنان شاهزاده رضا پهلوی کاملا درست است و مردم قیور ایران زیر فشار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی هستند اما مردم شجاع ایران این فشار را بر نتابیده و امروز خیابانهای اصلی پایتخت را در اشغال خود قرار دادند آنچه که در حال مشاهدهش هستید صدا و تصویر انقلاب مردم ایران است و مطمئن باشید که کار خامنه ای زحاک ماردوش تمام شده است.